یکی دیگه از انتخابای مهریه بگیرا موقعی که از دادگاه میان بیرون علاوه بر همون X22 پرویی که بررسی کردیم کویی که سقف قرمزه و این ماشین با حدود 300 میلیون تومان میشه ثبت نام کرد که یه خورده حتی از سورن پلاس هم گرونتر ثبت نامش. ببینیم اصلا چه تحفه‌ایه سایپا چی ساخته کویی که آره اتوماتیک فول آپشن بلا بلا بلا. سال 1986 یعنی تقریبا میشه 37 سال پیش استارت بدبختی ما و تولید خوشبختی سایپا زده شد با فورد فستیوا که مال فورد آمریکا بود. بعد پلتفرمش رفت به کیا، کیا پراید رو زد، بعد کیا رو دادن به ایران و ایران مونتاژ کرد، بعد گفت تولید میکنم. و از بدبختی ما ایرانی ها بعد 30-40 سال هنوز هم داره میزنه. پراید سبان، نسیم، 131، 111، 141، 151، پراید هاچبک، پراید فلان، آپشن این انداختن روش، بعد شد تیبا، تیبا دو، تیبا یک، کویک، ساینا. الان هم دیگه از آخرین نوادگان فورد فستیوا جلو چشتونه، هاچبکش همون پرایدی، هیچ فرقی نداره، مطمئن باشین اینو. ولی اومدن تیبا دو رو دقیقاً کردنش، ساینا چراغیناشو عوض کردن، یه فیستیف کلن همه چی عوض شد و شد این کویک آر اوتوماتیک مثلا فول آپشن. از ویژگی جلوی ماشین پر آپشن بهتون بگم که گرافیک چراغاش عوض شده، دیلایت داره اینجا، این قسمت دیلایتش هم خیلی زرنگانه و خیلی باهوشانه گنجوندن، رنگ قرمز دور مهشکن و زیر سپر و جلو پنجره‌ای که کروم روش هست با لوگوی پر افتخار مشابه بنز که همون سایپا هست. درز کاپوتو فقط داشته باشی، اول اینکه قشنگ با دست میتونیم برین تو، بعد اینکه این ورش تا بند دوم انگشت میره، این ورش که یکم بیه نزدیک بشیم به آخر بند اول انگشت هم نمیره، یعنی یکیشون اینقدر میره یکیشون اینقدر میره. این جلو پنجرش. رینگای این ماشین هم که همون رینگای سایپایی آلومینیومی میزنن، هر بار یه تری میزنن روش که نمیدونم چی بگم. بغلشون پلاستیک مشیه زدن که یکم شاسی بلند نشون بده، مثلا بشه کراس. یه سی وی تی این بغله به خاطر گیربکسشه و طراحی بغلش، دستگیرها یه پلاستیک فوق العاده آشغال که اصلا دست میزنین، من اولین بار که باز کردم گفتم نکنه بشکنه الان من اینو بکشم، دستگیره است، قراره هزاران بار بازو بسته بشه. یه روفریل گنده، سقف قرمز که محبوب مخصوصا خانوما هست و آقایون هم زیاد سوار میشن این ماشینو، ارتباطش نمیدم به خانوما، حتی مالک این ماشینم آقا هستن، ولی به هر حال خانوما دوست دارن، همون قضیه مهریه بگیرا زیاد براست میکنه. یه باله قرمز گنده عقبش و یه هاچبکیه که کوچولوه، قراره که توی شهر رانندگی راحت به اون بده، مخصوصا به خاطر گیرباکس سی وی تیش که جزو معدود محصول کنم اولین محصول سایپا هست که توسط خود سایپا به صورت اتوماتیک تولید شده. بقیه مثلا سراتو اینا که بودن یا ال90 اینا از اون وقت فکر کنم گرفته شده بود. توی نمای عقب این ماشین هم مثل تمام این ماشین اکسترا بازیز یا همه چی خیلی غلیظه، چراغای گنده پررنگ قرمز، لیپ سپر قرمز و همه چی گنده، بک مثل این باله مثل رنگ قرمزی که اصلا گندشو در آوردن، اینقدر رنگ قرمز توی ماشین به کار برده شده. نمیتونم چی بگم واقعا. کویک که اینجا زده شده، کویک به معنای سری نه، کویک به معنای اینکه اسم یه روستایی هست و به خاطر همون اسمش کویک گذاشته شده، گفتن که مثلا یه وچه تسمیه داشته باشه. سویچ ماشین روش کلید صندوق هست که دو مرحله ایه، باید دو بار فشار بدین که باز کنه و صندوق هم تقریبا اندازه 206، یه ذره از 206 کوچیک‌تر، یه ذره از 206 کوچیک‌تر. و زاپاسش هم یه زاپاس با رینگ فولادی هست. همین
بریم سراغ موتورش. قلب تپنده کویک آر پلاس اوتوماتیک 1402، یه موتور 4 سیلندر 1500 سی سیه که گندشو در آوردن اینقدر گذاشتن رو همه ماشینو بدون هیچ پیشرفتی، بدون هیچ تغییری. 87 اسب بخار میگن داره، 136 نیوتن متر گشتاور، مصرف بنزین حدود 7.8 لیتر به صورت ترکیبی با این گیرباکسی که من دیدم. حالا میریم در ادامه صحبت میکنیم. و گیرباکس CVT انتقال قدرت به چرخهای جلو، به بنزین حساس نیست خوشبختانه. و اینکه چی بگم من در مورد این، هیچی نیست در موردش بگم. بریم سراغ داخلش. بیایم سراغ داخل کویک آر اوتوماتیک. همون اول که پلاستیک خشک همیشگی بوش میاد دیگه، اصلا نگیم. این رنگ قرمز، رنگ قرمز اسباب بازیه که تو شاید بگم 20 سال پیش میدادن به بچه ها، خیلی داغون بودن ماشین و اینجور چیزا. دقیقا همون متریال و رنگ، انقدر که افتضاحه. من همش به این فکر میکنم چرا این ماشین قیمت ثبت نامش حتی از سورن پلاس گرونتره. این برام عجیبه، یعنی در حد اونه. تو بازار حدود 500 تومنه، سورن پلاس حدود 600-650. چرا ثبت نام این از اون گرونتره؟ بابا این اصلا این چیز عجیب غریبیه. پلاستیک خالص، صندلی کلن دستی، روکش صندلی چرمی در حد روکش های 400-500 تومنی بازار. سوار که میشین واو، همه چی قرمز میزنه تو چش، اصلا عجیب غریب. دور این مونیتور و روکش فرمونه قرمز ترکیب شده با رنگ مشکی و دور دکمه هم قرمز، اصلا همه جا قرمز 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 قرمز. اینجوریه دوخت صندلی قرمز. یه فندکی اینجا زیره ترمز پارکه و چجوری از این فندکی میشه استفاده کرد من نمیدونم، چون وقتی ترمز پارکه بره پایین عملا روی فندکیه رو میگیره. کنسول وسط هیچی، یه دونه جالیوانی کوچولی اینجا، انقدر عمقش کمه که هیچی توش جا نمیشه غیر از این زیر سیگاری. کنترل شیشه عقب هم اینجا هست مثل 206 و این قسمت وسط اینجاش کنترل سیستم صوتی، پایینش کولر که یه صفحه دیجیتال کوچیکم داره. و داشبورد کلن پلاستیک، صفحه کیلومتر به شدت ایرانی پسنده، رنگ قرمز بزک شده، وسطش سرعت و پایینش هم تریپ کامپیوتر، استارتر دکمه ای، فرمونم توی یه جهت به زور تنظیم میشه یا فصل نمیشه اصلا بالا آورد دیگه. این بغلش هم که دو سه تا دکمه برای قفل کردن شیشه ها و تنظیم نور پشت صفحه کیلومتر، خبری از سانروف اینا نیست، یه نمد اینجا. آینا قرمز خوشگل مشکل به صورت حالت ابرویی، دید اوکی. چی داریم میگیم اصلا؟ ول کنی یه سیستم صوتی هم تست کنیم. عجب سیستم صوتی، اصلا به سایپا و اصلا به ایرانی ها نمیخوره همچین سیستم صوتی. و دقیقا هم نمیخوره، این سیستم صوتی رو خود مالک گذاشتن، مال خودش، آشغال اندر آشغاله. یه مونیتور کوچولو که دقیقا انگار گوشی اونجا گذاشتین، یعنی یه گوشی اینجوری بذارین اونجا، انقدر گرافیک همه چی ریز. امکانات مناسبی داره، مثلا میزان بنزین رو نشون میده و باد لاستیکا و یه سری اطلاعات ریز، ولی خیلی ریزه، خیلی ریزه. یعنی باید قشنگ ماشین رو کنار نگه دارین و بعد برین سراغ این که اینو قطع کنم دوباره، سراغ این که مثلا یه تنظیماتی چیزی رو انجام بدین. خیلی ریزه میزه ولی کنتراست مناسبی داره، کیفیتش خوبه، فقط یکم ابعادش کوچیکه و منوش هم ریزه میزه است. بریم سراغ عقب. ردیف عقب باید با ماشین مثل 206 مثلا مقایسه بشه، 206-207. جای پاش از اون راحت‌تر، صندلی رو برای خودم تنظیم کردم، یکم
یهو بالا که میاد، چون ارتفاع صندلی بالا است، زانوش از زیاد راحت نباشه، ولی حداقل جای پاش از 206 بهتره، صندلیاش کوچیک‌تره، بلندتره و فضای سرم، من سرم چسبیده، حداقل اینجوری عمود میشینم. توی 206 اینجوریام، عقبش از 206 یه ذره بهتره و همین، فقط یه ذره از 206 عقبش بهتره، هیچ چیه دیگه. موقع رانندگی دقیقا همون حس پرایده، واقعا هیچ فرقی نداره با اون ماشین. 800 تا تک دونه کار کرده طبق اکثر بررسی اخیرمون، ماشین 0 کیلومتر اومده زیر دستمون، مالکا لطف میکنن و اعتماد دارن بهمون. حالا چه ماشین گرون قیمت چه ارزون قیمت، واقعا دمشون گرم. نوع نو ماشین، سر و صدای داخل عجیب غریب میاد، یعنی همون کیفیت پرایدیه 10-15 سال پیش، هیچ فرقی نکرده، همونه دقیقا، فقط این رنگای جیغ قرمز رو زدن بد جوری تو چشه. حالا جالبه که مثلا سورنی که بررسی کردیم، این ماشین هم پسرف کرده تو قسمت ترمز. ترمزای قبلیاش چارچرخ دیسک بود، الان عقبی کاسه یه جلوی دیسکی، توی سورن پلاس هم همین قضیه بود. ولی توی ترمزگیری جالبه که این ماشین از اون بهتر عمل میکنه، از سورن پلاس. دوتاشون بدن ولی این کمتر بده نسبت به اون، و این برای من جالب بود، جا خوردم واقعا. کولر روشنه، کولر کیفیت خوبی داره، سرمایه خوبی داره نسبت به این ماشین و قیمت و سایپایی بودنش. به نظر من کولرش اوکیه، ایشالله حالا کولرش هم خوب نباشه دیگه، بیاین چی بیاشه. ببینید دور موتور تا نرسیده به 3 شما خوبه حالتون. این ماشین برای تو شهره، برای اصلا فشار آوردن، سربالایی، گاز دادن، اینا اصلا ابدا. گیرباکس سی وی تی مخصوصا روی این ماشین، یه ذره فشار بیاریم پیاده میشه گیرباکس تعویض، اینو خیالتون راحت باشه، با نهایت اطمینان بهتون میگم. تا نرسیده به 3000 تا اوکی. ببینید الان سر و صدا زیاد نمیاد، 3000 تا رو رد کر ببینید، یک کم میمونه موتور بپره اینجامون، یعنی بیا تو بغلمون از داخل کاپوت. تا این حد سر و صدا زیاد و فشار روی موتور شنیده میشه. سی وی تی روی موتور قدیمیه بدون تکنولوژی این ماشین، به نظر من بیشتر به جای اینکه به درد بخوره، فشار بیشتری روش میاره و آزار. ببینید الان پامو تا ته فشار دادم، دور موتور 4500ه، به زور صدای منو میشنوین، موتور میگه وای ولم کنین. موتور داره زجه میزنه که ما ولش کنیم، خیلی صداش بالاست، خیلی بالاست، یعنی دوباره نگاه کنیم، داره میزنه تو سر خودش. اصلا بذارین کنار، تو قسمت عایق بندی اینا همونیه که بوده 20 سال پیشم، پراید چی بود همونه، هیچ فرقی نداره، یعنی شاید یه ذره تیبادو بهتر باشه، یه ذره. این گیرباکس سی وی تی هم، چون سی وی تی همیشه گشتاور بالا است و دور موتور نمیاد پایین تا موقعی که پاتون رو شل نکنی از روی گاز، ببینید همچنان بالا میمونه و آزاردهنده است. باید آروم بری اینجوری، مثلا توی سربالای خروجی لواسون هستم به سمت لشکرک، تا نهایتا 3000 تا آروم، سرعت 40 تا 50 تا بخوام گاز بدم اینجوری میشه، نگاه. خیلی خیلی داره جیغ میزنه، داد میزنه، میگه تو رو خدا ولم کن. حالا این رو ول کنیم، توی سربالایی اون قسمت که آسفالتش بده، همون سیستم تعلیق پراید رو اسم میکنیم، هیچ فرقی با اون نداره، پراید، تیبا، ساینا، همشون همچین سیستم تعلیقی، سر و صدا داخل اتاق، کابین، ترق تروق میرقصه براتون بندری. چی دیگه در مورد این ماشین هست بگم؟ فرمونش برقیه، آها یادم افتاد، فرمونش برقیه که توی سرعته 70-80 به بالا خوب سفت میشه، و اینکه
چیه دیگه دنبالش بگردم، مصرف سوختش توی رانندگی با اون جوری که من دارم گاز میدم فشار بیاریم برای اینکه خوب راه بره، میره بالای 10. همین موتور کوچولو بالای 10 رو میزنم. و نکته دیگه ای فکر نکنم. نکته مثبتش همون یکی ردیف عقبش بود که یه ذره از 206 بهتر بود. آها یه ذره حواسم نبود رفت. بعد اینکه فرمون برقیش، کولر خوبش، مونیتورش که امکانات مناسبی داشت، ولی همون مونیتور یکم ریزه میزه بود، آیتماش یکم سخت باش کار کردن. راحت برای رانندگی تو شهر اگه دنبال گاز دادن نیستین، اونایی که بودجه محدودی دارن، به نظر من گزینه مناسبیه. چرا؟ چون گیرباکس اتومات برای رانندگی توی شهر راحت تره، برای ترافیک ها مخصوصا شهرهای بزرگ. ولی فشار نباید بیاری، فشار بیارین فشار میاره خودش به جیبتون. اینجوریه این ماشین. من فقط تو ذهنمه که مثلا با این پیچ لواسون زده بشه چی نمیزنم، بعد زده بشه چیمونو با چیمون کجا پیدا میکنن ته دره من نمیدونم. اصلا ماشین این کارا هم نیست، ماشین ثبت نامیش 300 تومن تو بازار، 500 تومن تو این وضعیت بازار، به نظر من اصلا مال این کارا نیست. و شتاب 0 تا 100 میمونه فقط با سرباله ای لشکرک. این ماشین آپشن کروز کنترلر هم داره، حالا گیرباکس سی وی تی هست، کروز کنترلر هم به درد میخوره، ولی این ماشین که بیشتر از 100 تا به زور مرگ میره دیگه. کروز کنترلر برای چی؟ برای کجا؟ برای مسافرت کجا؟ من نمیدونم. یه نکته دیگه در مورد گیرباکس این ماشین، حالا کاری به این ندارم که میگن از فلان کشور آوردم، مال اونجاست، تحت لیسانس، اینا رو ول کنید. ولی چون سی وی تی اتوماتیک و از سایپا هست، بعد خوبی ها و بدیاشو در بیاریم. توی سرازیری هستیم، سرازیری لشکرک، و ماشین توی درایو میره فرار میکنه. حالا ما اونو قبول میگیم آقا تو درایو، میذاریم رو حالت اسپورت هم دور موتور میره بالا یکم، ولی بازم ماشین داره فرار میکنه. ببینید سرعت داره میره بالا و میره بالاتر، چیزی که باعث میشه زیاد ترمز بگیرین، استهلاک ترمزتون میره بالا، استهلاک ماشین کلا میره بالا و اون پیش گیرندگی رو نداره از سرعت موتور روی حالت اسپورت یا درایو. توی ماشینی مثل جک جی 4 که ارزون ترین چینی بازاره، همون سی وی تی هم هست، همین منظورم اینه که نوع گیرباکسش سی وی تیه، این قضیه بود که اونجا بهتون گفتم که چجوری ماشین رو نمیذاره فرار کنه. اینم نکته‌ای بود که در مورد گیرباکسش بود و یه نکته میشه گفت منفی محسوب میشه برای اونه که مصرف کننده هستن و میخوان لند کمتر مصرف کنن. توی شتاب 0 تا 100ش ببینیم چی در میاد، خیلی جالب میشه اونا. بعدش هم سربالای لشکرک و جنبندی دیگه، تمام چیز خاص دیگه نیست. چه سر و صدایی. ۱۵۷۶ یه 0.08 ثانیه میشه، 0.8 ثانیه از پرشیا XU7 پلاس بیشتر بود. فکر بکنین پرشیا XU7 پلاس با اون همه ابهت و اون همه دبدبه و کبکبه ای که داره، این ماشین 0 تا 100ش 0.8 ثانیه از اون بدتر بود. خیلی خنده داره واقعا. برای باشر پلاس ها متاسفم، ولی به هر حال 15.76 بود دیگه. آیتم سربالایی لشکرک برای این ماشین فکر کنم عملا حکم خودکشی رو داشته باشه، چون سر و صدای موتور تو اعلاترین حالت ممکن هست دیگه، مخصوصا سی وی تی، اونم از سایپا با یه موتور 1500 که مال عهد بوغه و کلی هم از کیفیتش گرفته شده. الان سرعت 80 رو ما میگیریم برای اینکه توی سربالای دیگه سرعتمون نخوابه و جلو اونم ایشاله که خالیه. یه بار امتحان کردم به زور رسید به 100 تا، ببینیم این دفعه چجوریه. خب
دور موتور تهش تا 5000 تا بره نره اینجوریه. هشتاد و پنج تا میره برا 90 تا حالا 95 تا میومدن جلو، ولی همون 100 تا رو میره نهایتا با ته فشار دیگه. دیدین چه دادی میزن؟ 100 تا سربالایی ته تهش تازه، از اون 80 تا 20 تا فقط میتونه بیشتر بیاد. مثل تقریبا سورن پلاس، سورن پلاس هم همچین چیزی بود. بخوام جمع بندی کنم، قیمت کارخونه، قیمت بازار آزاد که هیچی واقعا، یعنی با این ماشین ایرانی رو واقعا داریم گرون خرید و فروش میکنیم هممون، و سعی من بر اینه که واقعیت رو به همه بگم برای اینکه بفهمن این ماشین اینقدر نمیارزن، برای اینکه بیان پایینتر و مردم راحتتر اینو رو بخرن. همچین ماشین 500 میلیون تومان تو بازار آزاد یه شوخی تلخه در حد زهرمار، اینقدر که قیمتش بی خوده، ولی نمیارزه. قیمتش برای کمپانی هم نسبت به سورن پلاس، اگه سورن پلاس مثلا 300 تومن باشه، این ماشین حدود 200 تومن میارزه، یعنی بازم گرونه، قیمت کمپانیش هم گرونه، چی نداره، هیچی. 500 تومن بدیم به این تو بازار آزاد، به نظر من 500 تومن رو بریم بدیم به یه پرشیای یه سورنی دست دوم باشه، یه لکه رنگ باشه، این بهتره. باز اتومات میخواین، واقعا این ماشین فقط اتومات بودنش و برای اینکه آسته برین آسته بیاین، برای خانوما، برای آقایونی که نمیخوان گاز بدن، اصلا انتظاری از ماشین ندارن، هیچی، فقط میخوان مثل یه موتور استفاده کنن، به درد اونا میخوره. غیر از اون به نظر من اصلا ارزش خرید نداره، نه کمپانیش نه بازار آزادش. شما بگین که با بودجه 500 تومن یا 300 تومن برای ثبت نام این ماشین یا چی؟ حتما کامنت کنین، لایک، سابسکرایب، حمایت یادتون نره. بجوش.